جناب توکلی گرامی، با درود به شما و درود به میهنان عزیزمون و همچنین جناب گنابادی در سوئد، امیدوارم که همواره پیروز و پایدار باشید در راه نجات وطن و امیدوارم که هرچه بیشتر همبستگی ملت ایران گسترده تر بشه، هم میهنان به هم نزدیک بشن. در طول این چند هفته گذشته با توجه به اینکه بسیار تفرق افکنی میان هم میهنان ما و به خصوص میان اقوام ایرانی بوده، ولی که شاهد این هستیم که چگونه ملت ایران دارن کم کم به هم نزدیک میشن بر حول محور هویت ملی و یک همبستگی و وحدت ملی برای نجات وطن و نجات خانه خودشون و براندازی دشمن واقعا جهنمی که بر کشور ما استیلا پیدا کرده و بر گرده ملت ایران سوار شده. واقعا بایستی دید که چگونه ما میتوانیم از این همبستگی ملی بهره بگیریم برای آزادی وطنمون و چه کارهایی رو میتونیم انجام بدیم تا بشود خانه و منزل خودمون رو از لوس وجود این دشخیمان و این بیوطنان رها کنیم. در طول هفته گذشته و البته چند هفته گذشته ما شاهد هجوم در واقع پناهجویانی بودیم از و هستیم از کشورهایی از جمله سوریه و عراق و از اون طرف از شمال آفریقا، از لیبی و دیگر کشورهای اون منطقه به سوی اروپا و البته همونطوری که من در هفته گذشتم عنوان کردم، شاید نشاید بلکه قطعا این یک به قول داستان معروف اسب ترویا یا تروجن هورس هستش که دشمنان در بطن این اسب قرار گرفتن و به سوی اروپا حرکت کردند و برای در هم ریختن اروپا، کما اینکه همین دیروز خبری آمده بود که در میان محموله های ظاهرا کمک به پناهجویان از کشورهای خارجی مقدار زیادی اسلحه کشف شده و این نشان دهنده این هستش که عوامل مخرب یا خرابکار در میان این پناهجویان بسیار زیاده و البته این آن چیزی است و آن بلایی است که دنیای غرب به ملت ایران وارد کرد در سال 1979 یا 1357 خورشیدی و با بهانه حقوق بشر آقای جیمی کارتر و سفیرشون در سازمان ملل آقای اندرو یانگ و نمیدونم آرشیتکت ایشون آقای برژنسکی، ز بیگ نیو برژنسکی، اینها توانستند کشور ما رو به این روزی بندازند که پس از 36 سال تنها حاصلش مرگ و بدبختی و اعتیاد و فحشا و خلاصه هر گونه تبهکاری که در اون آب و خاک صورت گرفت و بالاخره ایجاد یا تبدیل کشور صلح دوست و ثابت قدم برای صلح جهانی تبدیل شد به پایگاهی برای ارسال انقلاب شوم اسلامی به سراسر جهان و بالاخره بعد از 36 سال و 36 سال در زندگی جهان به مانند شاید یک جرقه کوچکی است که ما شاهدش هستیم، ولیکن در طول همین مدت کوتاه میبینیم که چگونه اروپا و آمریکا همان بلایی رو که به سر ملت ایران آوردن گریبانگیر خودشون شده و عکس ها و فیلم هایی که از اروپا ارسال میشه ما شاهد این هستیم که کشورهایی مثل آلمان، مثل انگلستان، فرانسه، اینها واقعا به جایی رسیدن که اصلا شاید آن اروپایی رو نشان دهنده نباشند که در 50 سال پیش مردم دنیا از اون تصویری در ذهن داشتند، اروپایی با آزادی، با رفاه، با جشن، با سرور، با خوشی، و امروز ما می‌بینیم اروپا تبدیل شده به یک شاید سطل زباله‌ای که
بسیاری از همون ساختگان دست اینها برگشتن به اروپا و همون بلایی رو به سر اونها آوردن که به سر ملت ما در آوردن. و البته به عنوان مثال در آمریکا این کاندیداهای ریاست جمهوری یا کاندیداهای جمهوری خواه ریاست جمهوری عنوان میکنن که بله ما باید، به خصوص مثلا دونالد ترامپ عنوان میکنه که ما باید دیواری به دور آمریکا یا دیواری در مرزهای جنوبی بکشیم، که البته اینها توجه نمی کنن. بله بسیار خوبه که انسان به دور خودش حصاری رو بسازه، ولیکن این حصار اگرچه آنانی که در خارج از این حصار قرار می گیرن شاید قابلیت نفوذ به داخل این حصار رو ندارن، ولیکن همچنان می توانن بالاخره این دیوار رو به گونه ای نقب بزنن، همونطوری که ما شاهدش هستیم در آمریکا. از کشور مکزیک تونل های بسیاری زده شده و از طریق این تونل ها مواد مخدر وارد آمریکا میشه، کما اینکه ما شاهدش هستیم در نوار غزه به عنوان مثال، میان مصر و نوار غزه تونل هایی زده شده که از اون زیر اینها بسیاری اجناس رو وارد نوار غزه میکنن. پس در نتیجه ساختن یک دیوار هم اگر چه ممکنه که دیگران رو خارج از اون نگه داره، ولیکن موجب میشه که کسانی که در درون این حصار قرار دارن به صورت زندانی در بیان. و واقعا جواب یا پاسخ این همه معضلاتی که بر سر دنیا آمده، و البته نبایستی فراموش کرد که آقای جیمی کارتر در واقع پدر، نه پدر خوانده بلکه پدر این انقلاب اسلامی و این شورشی است که در جهان صورت گرفته، در واقع بایستی که علاج مرض رو نه با به قول معروف که، یا اگر بخوایم تصور بکنیم شخصی مبتلا به سرطان شده هی بخواد قرص آسپرین بخوره که شاید درد رو حس نکنه، این درد بالاخره این سرطان اون شخص رو از پا در خواهد آورد. به نتیجه موقعی که نگاه میکنیم ساختن یک دیوار برای کشورها یا تبدیل کشورها به قلعه هایی که اینها بتوانن خودشون رو در اون محصور بکنن، در واقع زندانی کردن انسان در میان چهار دیواری هاست و موجب میشه که همچنان این مرض هایی که در جهان به وجود آمده گسترش پیدا بکنن و در جهان پیشرفت بیشتری بکنن. تقریبا نزدیک به شاید دو سال پیش، یک سال و نیم پیش بود که آقای حسین اوباما، باراک حسین اوباما در ریاست جمهوری آمریکا عنوان کردن که بله آقا این گروه داعش که به قول اینها آیسل یا آیسس یک در واقع تیمی هستن که در دبیرستان بازی میکنن، تیم بسکتبالی هستن که در دبیرستان بازی میکنن، و اگر چنانچه پیراهن تیم‌های حرفه‌ای آمریکا رو مثل نمیدونم لیکرز رو بر تنشون بکنند، اینها نمیتوانند تبدیل بشن به بازیکنان حرفه‌ای. ولی که ما دیدیم که در مدت زمانی بسیار بسیاری هستن، و نه تنها مسلمانی مثل ما، بسیاری از ما ایرانی ها که فقط اسمن مسلمان هستیم و زاده شدن به عنوان یک مسلمان گفتیم خیلی خوب ما هم مسلمان هستیم، ولی که بنابر باور و اعتقاد و حقیقتی که وجود داره ایرانی ها در واقع منافقینی هستند که لباس اسلامی برتن کردن، ولی که در ذاتشون نفرت و بیزاری از اسلام و این واقعا روش ننگین تاریخ وجود نداره. اما بسیاری از اوباما در ظاهری که شاید گفت ایشون در حال تقیه هستن و میگوین که من مسیحی هستم، اما خب چه مسیحی هستش که با نام حسین؟ حتی زمانی که ما نگاه میکنیم میبینیم که بسیاری از کسانی که دین خودشون رو عوض میکنن و مسیحی میشن سعی میکنن نامهای مسیحی برای خودشون انتخاب کنن، ولی که ایشون همچنان با نام حسین
خود رو معرفی میکنه و افتخار میکنه و در برابر پادشاه عربستان سعودی هم که ما شاهد فیلم ها و عکس ها بودیم که چگونه ایشون تعظیم میکنن. به هر صورت کاری ندارم که ایشون مسیحی هستن یا مسلمان، ولیکن امثال ایشون کاری کردن که این تروریست های اسلامی بتوانن در جهان به این گونه بدون هیچ گونه ترسی از مقابله یا مخالفتی حرکت بکنن و دنیا رو به این گونه زیر و رو بکنن. و همچنان به قول خودشون ظاهرا این آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها در فکر هستن که آقا چه باید کرد چه نباید کرد، آیا بایستی نمیدونم ما نبایستی نیرو به خاورمیانه به قول معروف اعزام کنیم، همین از راه دور با این درون یا به قول اینها بالگرد ها، بالگرد که میشه هلیکوپتر، پهبادها یا همچی چیزها اینا اسمشو میگذارن، ولی برصورت اسمش از درون، هواپیماهای بدون سرنشین، ما بایستی بریم دشمن رو بمباران بکنیم. و در این راه خب بسیاری هم زن و بچه بیگناه کشته شدن و به قتل رسیدن. و بعد ما از اون طرف میبینیم که این تروریست ها بدون هیچ ابایی از اینکه خب آدم بیگناهی در این وسط از بین بره کشته بشه، میبینیم که از گازهای سمی استفاده میکنن، از بمب‌های شیمیایی استفاده میکنن. و به هر صورت نمیکنم که حتی شیطان حاضر به اعمال یک چنین کارهایی است. و به هر صورت دنیای غرب هم همچنان در پی این هستش که نه آقا ما اگر بخوایم سرباز نمیفرستیم اونجا، و اینها فقط به فکر این هستن که بتونن به گونه‌ای در انتخابات خودشون موفق بشن، بتونن به جاه طلبی های خودشون دست پیدا بکنن. و از اون طرف ما میبینیم که همچنان این نیروهای ضد انسانی پیدا میکنن. و بالاخره بایستی به دنیای غرب این رو تفهیم کرد که اگر شما نخواهید در زادگاه این نیروهای تروریستی و زمانی که اونها رو در منزل خودتون تروریستی در فرانسه بودیم، در بلژیک بودیم، در آلمان بودیم، در انگلستان بودیم، در خود همین آمریکا بودیم و همچنان هستیم، نیروهای ظاهراً طرفدار اسلام فرقی هم نمی کنه که از چه فرقه و مذهبی باشن، همچنان دارن توسط نیروهای هم به ما جنایتکار اشغالگر اسلامی که در کشور ما هست دارن پشتیبانی میشن، دارن ساپورت میشن و پول به اونها میرسه. و مقدار زیادی این پول هایی که در دست این رژیم جنایتکار اشغالگر هست در مورد توسعه موقعیت سیاسی و ایدئولوژیکی خودشون داره مصرف میشه. کشور ما پهلوی ها شاهد این بودیم که چگونه با درآمد بسیار بسیار ناچیز در مقایسه با درآمدی که امروز حاصل کشور ما میشه و صادرات دیگه، دیدیم که با همون درآمد بسیار ناچیز آحاد ملت ایران، ما شاهد تغذیه رایگان بود سر کشور، شاهد بهداشت رایگان بودیم، شاهد ساختمان سازی یا به طور کلی زیر ساخت سازی کشور بودیم، جاده ها، سیستم برق، سیستم آب، سیستم هر گونه برنامه‌ای که شما بخواید تصور بکنید. و در مقابل میبینیم که بعد از این انقلاب شوم و سیاه اسلامی با ازدیاد درآمد کشور 85 فقر رسیدند یا افتادند. در واقع ملت ایران که میتوانست قدرتی باشه از نقطه نظر پیشبرد شاید فناوری و صنعت به سوی قرن 21 و کشوری با داشتن گنجینه های بسیار غنی از فرهنگ و هنر و هنرمندان صنعتکار، ما به یک باره میبینیم کشور ما به جای اینکه کشوری بشود سازنده و صادر کننده و
به وجود آورنده تبدیل شده به کشوری با مردمی مصرف کننده و نه تنها مصرف کننده، در واقع ملت ایران تبدیل شده به سطل آشغال کشورهای جهان به خاطر اینکه هر گونه زرده بیرون شده یا به موادی که به درد هیچ انسانی نمیخوره به طرف کشور ما سرازیر شده و این رژیم هم برای حفظ موجودیت خودش و بقای خودش به کشورهای از قبیل چین، روسیه و دیگر این کشورها باج مفت میده، پولهای کلان میده و به جای اینکه به ملت ایران توجه داشته باشه هم غمش توجه به خودش و همپالکی های خودشه. من گفتم به این رژیم به ملت ایران توجه داشته باشه، واقعا باید پوزش بخوام، برای اینکه این سخنی است که همواره ما از همیهنانمون میشنویم که میگویند که آقا این رژیم چرا به ملت ایران توجه نمیکنه، چرا این رژیم کاری نمیکنه که منافع ملی ایران رو در واقع حفظ بکنه. بارها و بارها و بارها و بارها و باز هم بارها و بارها من این مسئله رو تکرار کردم که این رژیم نماینده ملت ایران نیست. خاطرتون از هفته پیشم به من نامه سرگشاده ای بود از در واقع خواهرزاده خامنه ای که نامه سرگشاده نوشته بود به سازمان ملل متحد و عنوان کرده بود که آقا این رژیم یا این حکومت نماینده ملت ایران نیست و این واقعیتی است که ما بایستی بپذیریم، چون این رژیم نه بر اساس فرهنگ ایرانی، نه بر اساس سنن ایرانی، نه بر اساس اصول اخلاقی ایرانی و نه بر اساس آزادگی که ایرانی بودن رو در واقع قلم میزنه وجود داره و تنها رژیمی است که آمده به کشور ما رو اشغال کرده و به ملت ایران به چشم برده و اسیر نگاه میکنه. ملت ایران اسیر و برده است و به آن گونه با آنان رفتار میشه که با هر اسیر و برده ای در هر قوم جنایتکاری برخورد میشه. تازه اگر بخوایم توجه داشته باشیم میبینیم که چگونه این گروه داعش، که این گروه داعش هم در واقع فرقی با همین رژیم جنایتکار اشغالگر اسلامی در کشور ما نمی کنه، چون اینها میگوین حکومت اسلامی، آنها هم میگوین حکومت اسلامی، آنها میگوین حکومت سلفی یا در واقع آغاز پیدایش حکومت اسلامی توسط محمد پیامبر اسلام و اینها هم میگویند اسلام ناب محمدی، یعنی باز هم همان، یعنی اسلام این که زمان حکومت محمد بوده. در واقع اینها هر دو از یک قماش هستند و فرقی و تفاوتی با یکدیگر ندارن، هر دوشون در پی این هستن که یک اسلام، یک اسلام واحد بدون وجود مذاهب و در واقع یک اسلام با یک پرچم و اون هم پرچم لا اله الا الله محمد رسول الله. توجه داشته باشید که اینها آمدن پرچم ایران رو عوض کردن، بر روی پرچم 22 تا الله اکبر به نشانه پیروزی روز 22 بهمن خودشون نشاندن و در وسط اون لا اله الا الله رو به صورت یک عنکبوت یا خرچنگی منقوش کردن که در واقع هیچ فرقی با همین لا اله الا الله پرچم سیاه داعش نداره. به هر روی آن چیزی رو که باید توجه کرد، کشورهای واقعا اروپایی، من هم میهنان عزیز، هر کسی که میتواند با کسانی یا افرادی در دولت‌های خارجی، در مطبوعات خارجی، در رسانه‌های گروهی خارجی بتونه تماس برقرار بکنه و با هر کسی که بتواند صحبت بکنه یا بتواند نامه‌ای برای اونها بنویسه، بایستی به این مسئله شدیداً تأکید بشه و اصرار داشته باشیم که به آنها بگوییم که تنها قبول کردن این ظاهرن پناهجویان مشکلی رو از روی دوش شما بر نخواهد داشت و کمکی رو به جهان نخواهد کرد، برای اینکه
توجه داشته باشین. شما در یک هم مثلا به قول اینها نیبرهود یا در یک همسایگی یا در منطقه دارین زندگی میکنید که در اون منطقه به ناگاه شرارت و دزدی و نمیدونم آدمکشی و امثال اینها به یک باره گسترش پیدا میکنه و زیاد میشه. شما چه راهی دارید برای اینکه بتوانید از این موقعیت جان سالم به در ببرید؟ بسیاری منزلهای خودشون، خانه های خودشون رو رها میکنن و از اون مناطق خارج میشن و خانه هاشون به هر قیمتی که شده مفت به قول معروف میفروشن تا بتوانن جان خودشون رو سالم نگه دارن، جان خانواده خودشون رو محفوظ نگه دارن و میرن به مناطقی بهتری. در اون مناطقی که اینها از اون خارج شدن، به عنوان مثال در آمریکا ما میتونیم شهر دیترویت رو مثال بزنیم. دیترویت در ایالت میشیگان شهری بود که ظاهراً این به عنوان یکی از نمونه‌های پیشرفت آمریکا ساخته شد. در دیترویت کارخونه‌ها به وجود اومد، صنعت به وجود اومد و مردم شروع کردند به رفتن به دیترویت و دیترویت گسترش پیدا کرد و به یک باره ما می‌بینیم که وضع اقتصادی دیترویت خراب میشه، وضع اجتماعی خراب میشه و امروز به جایی رسیده که مردمی که در شهر دیترویت زندگی میکردن خانه های خودشون رو رها کردن و از اون شهر فرار کردن و گریزان شدن، به خاطر اینکه در اون شهر هر روز آدم کشی میشه، هر روز به خانه ها تجاوز میشه، وارد خانه ها میشن، مردم رو مورد ضرب و شتم قرار میدن و تا اونجایی رسیده که شما میتونید حتی با یک دلار شاید بتوانید یک خانه بخرید. و این نشان دهنده این هستش که موقعی که موقعیت اجتماعی و اقتصادی یک منطقه از بین میره، در واقع منجر به مرگ آن جامعه یا اون مجمع یا اون شهر خواهد شد. الان به همین گونه در جهان داره اتفاق میفته. یعنی به عنوان مثال شما نگاه میکنید که بله، عراق دیگه اون عراقی نیست که بتونه به عنوان یک کشور برای مردمش مأمن و امنگاهی باشه یا محلی باشه که مردم بتونن در رفاه و آسایش توی زندگی بکنن. نگاه میکنیم به سوریه، میبینیم که اونجا هم به همین گونه است. موقعی که بعد از 2 سال 250,000 نفر فقط کشته شدن، معلوم نیست چقدر زن و بچه کشته شده و چند میلیون نفر از جمعیت فقط نمیدونم شاید 7-8 میلیون نفری، تقریبا نزدیک 5-6 میلیون نفرشون از اونجا فرار کردن. یا نمیدونم نگاه میکنیم به لیبی که ظاهرا دنیای غرب اعلام میکرد که نمیدونم به محمد قذافی آدم کشه، نمیدونم بدون نمیدونم هیچ گونه وجدان داره مردم لیبی رو از بین میبره و بعد ما یک مرتبه شاهد اون میشیم که بله، پرچمداران حقوق بشر در جهان، آمریکا و اروپا حمله میکنن به لیبی و آقای محمد قذافی رو میکشن و بعد اونجا رو ول میکنن به امان خدا و میبینیم که چگونه مردم دارن از لیبی فرار میکنن، مردم چگونه از سودان دارن فرار میکنن، از سومالی دارن فرار میکنن، از نمیدونم کنیا و نمیدونم دیگر کشورها دارن فرار میکنن و همشون هم به دنبال جای امنی میگردن. مگر درست دنیا الان شاید بشه این رو تجسم کرد که اگر فیلم ها رو دیده باشید که مردمی که دارن از به عنوان مثال از ترکیه سوار این قایق های لاستیکی میشن و بعد این قایق های لاستیکی هم پر مملو از جمعیت و بعدم در وسط دریا اینا غرق میشه، در واقع اون قایق های لاستیکی رو شما میتونید مجسم بکنید به کشورهای اروپایی و بعد هم آمریکا که اینها میرن در اون کشورها رو انقدر پر میکنن و بعد هم شاهد تظاهرات خواهیم بود. کما اینکه من گفتم برای در مجارستان یکی از کمپ ها رو اینها این ظاهرن پناهجویانی که از دست داعش و امثال اونها فرار کرده بودن به آتش کشیدن که آقا چرا در غذای ما گوشت حلال نیست؟ آقا گوشت حلال میخوایی بخوری همونجا پیش داعش بمون. اگه گوشت حلال میخوایی بخوری خب چرا فرار کردی اومدی به سرزمین کفر؟
پس در نتیجه وجود و هجوم این پناهجویان، این موقعی که نگاه میکنید میبینید که این فرار پناهجویان در واقع پوششی است برای هجوم نیروهای تروریستی داخل کشورهای اروپایی و به پایین کشیدن این کشورها و غرق کردن این کشورها در دریای جهان و صدور انقلاب اسلامی. صدور انقلاب اسلامی که آقای جیمی کارتر نطفه اون رو به همراه آقای خمینی پایه گذاشت. آقای جیمی کارتر پدر انقلاب اسلامی و آقای خمینی روح الله خمینی مادر انقلاب اسلامی و این تروریسم اسلامی در واقع در جهان. حالا کدومشون مادر بودن کدومشون پدر بودن ما کاری نداریم، ولی ظاهراً اینطور به نظر میرسه چون آخوندها در واقع همشون تجربه دیده هستن از این مدارس علمیه و تبحر خاصی دارن در مفعول بودن، پس میشه این نتیجه گرفت که آقای کارتر ظاهراً پدر بوده و آقای خمینی هم خانوم بوده و مادر این انقلاب حرامزاده شوم و سیاه اسلامی. بر روی بگذاریم، ما کاری نداریم به عقاید مردم، مردم میتونن هر عقیده داشته باشن، ولی تا زمانی ما کاری به عقاید مردم نداریم که مردم نخواهن عقاید خودشون رو بر ما تحمیل بکنند. زمانی که عقیده تبدیل به یک نیروی تحمیلی میشه به عقیده میگوین عقیدت و سیستم عقیدتی یا ایدئولوژیکی. امروز جهان درگیر یک جنگ ایدئولوژیکی است و هر گونه ساختمان دیواری فیزیکی در جهان نمیتونه جلوی این نفوذ این مرض رو در میان جوامع بگیره، شاید برای مدت کوتاهی و نه، ولی این واقعا علاج مشکل نیست. علاج مشکل رو در روی و از میان برداشتن این هسته های سیستم های ایدئولوژیکی و عقیدتی است در هر جامعه. آمریکایی‌ها به عنوان مثال بعضی وقت شما صحبت های اینا رو میشنوید که میگوین ای آقا اینها دارن خب میجنگن، خب بذارین با هم بجنگن، خودشون مردمشون اینها رو بندازن، مردمشون آزادی خودشون رو دوباره به دست بیارن، به ما چه که دخالت بکنیم. شما زمانی که باید این رو من روی سخنم به کسانی است در دولت‌های غربی و به خصوص آمریکا که این صحبت‌ها رو می‌کنند، و آن این است که شما کمک کردید تا این جرثومه‌های فساد و جنایتکاران به قدرت برسند و شما کمک کردید و کمک می‌کنید با کمک‌های مالی و تسلیحات نظامی و همه گونه وسایل برای حفظ این جرثومه‌های فساد و جنایتکار. موقعی که ما نگاه می‌کنیم به ظاهراً مأمورین ضد شورش رژیم جنایتکار اشغالگر اسلامی، تمام اون کلاخودها و سپرها و ذره ها و اسلحه ها و ماشین های نمیدونم آبفشانشون و نمیدونم موتورسیکلت هاشون، این هیچ کدومش ساخت ایران نیست. اینا همشون از کشورهایی مثل آلمان، مثل آمریکا، مثل انگلستان، مثل سوئد، مثل چین، مثل فرانسه، اینا همه وارد ایران شده. اینها برای کی وارد ایران شده؟ برای ملت ایران یا برای این رژیم جنایتکار اشغالگر؟ بعد شما در ظاهر یک گله گرگ رو به وجود آوردین، گله گرگی که تا دندان مسلح هست و در مقابل اونها یک گله گوسفند رو قرار دادید. متاسفانه ما ملت ایران تبدیل شدیم به یک گله گوسفند. عده از ما بعبع می کنیم، عده از ما بلندتر و عده کوتاه‌تر، ولی بیشتر ما موقعی که ما رو می برن به سلاخ‌خانه فقط نظاره‌گر آن هستیم که چگونه سر از تن هم گلهی های ما جدا می کنن و ما هم رامونو می کشیم میریم دنبال کار خودمون تا اینکه فردا نوبت ما بشه.
بعد هم فردا که نوبت ما شد دیگران به همان گونه باز نگاه میکنن تا سر از تن ما جدا بشه و بعد آنها میرن تا نوبت آنها بشه. واقعا روی سخن من باز برمیگرده به کشورهای غربی که این رژیم ها رو دارن پشتیبانی میکنند و بعد هم انتظار دارن که ملت با دست خالی بتواند در مقابل این رژیم مقابله بکنه. اگر چنانچه آمریکا و اروپا به معمر قذافی حمله نمی کردن، آیا مردم لیبی می تونستن معمر قذافی رو از حکومت ساقط بکنند؟ اگر نگاه می کنیم به سوریه، دیدیم که در طول 2.5 سال گذشته بودن بسیاری که میخواستن آقای بشار اسد رو از حکومت ساقط بکنن، ولی چون پشتیبانی خارجی نداشتن دیدیم که تبدیل شد به یک باره به جنگی همچنان طولانی و بعد هم دیدیم به سبب پشتیبانی و ارسال اسلحه به نیروهای داعش از لیبی از طریق ترکیه به داعش، ما یک مرتبه دیدیم که داعش قدرتمند شد و گسترش پیدا کرد و بسیاری از مناطق رو اشغال خودش گرفت. پس به هر صورت ما هر جوری که نگاه میکنیم میبینیم که این پشتیبانی کشورهای خارجی بوده که نمیدونم داعش به وجود آمده، رژیم جنایتکار اشغالگر اسلامی در کشور ما به وجود آمده، بدبختی هایی که در لیبی به وجود آمده و تمام اینها به سبب این بوده که اینها کمک کردند. در زمانی که در مصر ظاهرا مردم به پا خواستن مخالف حسنی مبارک، اگر پشتیبانی آمریکا نبود هیچ وقت محمد مرسی به قدرت نمی رسید و بعد ما اون موقع دیدیم که خوشبختانه به سبب وجود هنوز ارتشی معتقد به وطن پرستی در مصر قیام کرد با تمام مخالفت های رژیم آمریکا، آقای حسین باراک اوباما، دیدیم که توانستن بالاخره کشور خودشون در دست بگیرن و با تمام استقاصه‌ای که به آمریکا و دنیای غرب کردن که به اونها به آقای جنرال عبدالفتاح السیسی کمک بشه، دیدیم که اینها سعی کردن که به هر گونه‌ای که شده عبدالفتاح السیسی رو از بین ببرن و در واقع محمد مرسی رو دوباره بر مسند قدرت بنشونن، که بعداً دیدیم روسیه اومد و با مصر رابطه برقرار کرد. امروز رابطه مصر با روسیه بسیار نزدیکه. از اون طرف ما شاهد این هستیم که بالاخره روسیه نیروهای تهاجمی نظامی خودش رو وارد سوریه کرده و نه تنها در اونجا کمک خواهد کرد تا بشار اسد قدرت رو دوباره به هر گونه‌ای که شده در دست بگیره، مطمئناً سوریه پایگاهی خواهد شد در دریای مدیترانه برای روسیه که بتواند با دنیای غرب رویارویی کنه. از اون طرف نیروهای روسیه در سیبری در مقابل به اصطلاح دولت آمریکا قرار گرفته. از اون طرف در اوکراین یا در کرایمیا رو که به زمینه خاک خودش کرد و در اوکراین الان واقعا رو در روی کشورهای اروپایی قرار گرفته. از اون طرف با چین روابط دوستانه برقرار کرده و چین از اون طرف در مقابل کره جنوبی و ژاپن قرار گرفته و داره برای خودش در به قول اینا ساوت چاینا سی یا دریای چین جنوبی مشغول ساختن جزایر مصنوعی است، همونطوری که در شاهدش بودیم که در خلیج فارس کشور امارات و دبی تونستن جزایر مصنوعی درست کنن و بر خاک خودشون بیفزایند و اونجا داره واسه خودش جزیره سازی میکنه. و آمریکا کجاست؟ آقای اوباما کجاست؟ آقای اوباما به جز نمیدونم مسافرت کردن و گردش کردن و از این طرف اون طرف رفتن و بازی گلف کردن و این گونه کارها، کار دیگه اون صورت نکرده، به جز این که با به وجود آوردن بدهی بسیاری برای کشور آمریکا از تقریبا 8 تریلیون دلار به 18 تریلیون و 100 بیلیون دلار تونسته آمریکا رو به خاک سیاه بنشونه.
بیکاری، فقر، اختلافات نژادی و همه گونه اون چیزهایی که ما امروز شاهدش هستیم در کشور آمریکا، تبدیل شده به کشوری که روزی در نه چندان دور ابرقدرت جهان بود و قابلیت این رو داشت که سیاست جهانی رو تعیین بکنه، و امروز مشاهده هستیم که آمریکا تبدیل شده به کشوری که به قول معروف از واقعا نامرئی شده، وجود خارجی دیگه در دنیای جهان نداره. حتی صحبت زمانی که در چین نمیدونم رکود اقتصادی میشه، بالا میره پایین میاد، سیستم سهام آمریکا هم دستخوش اون میشه، و این سیستم از زمانی که آقای اوباما به قدرت رسیدن یا به مقام ریاست جمهوری، این آقا یکی از کسانی هستش که بر طبق حتی بسیاری از همین پناهجویان، عکسی بود که نشون میداد که آقا مسئول واقعی تمام این بدبختی ها شما آقای باراک اوباما هستین، شما هستین که موجب شدین تمام این مشکلات در جهان پیش بیاد. حتی انقدر این مسئله گندش در اومده که اگر خاطرتون باشه هنوز ایشون پاشون رو به کاخ سفید نذاشته بودن که اون کمیته تعیین جایزه صلح نوبل به ایشون یک جایزه صلح نوبل دادند، هنوز بدون اینکه ایشون کاری بکنن. و امروز صحبت از این که هستش که کمیته اعطای اون جایزه صلح نوبل میگوید که ما باید این جایزه رو از این آقا پس بگیریم، چون ایشون نه تنها لیاقتش رو نداره، بلکه چون اصلا کاری کرده که از هر جنگ افروزی بدتر بوده در مدت این 7 سال گذشته. به هر روی برمیگردیم به خودمون، برمیگردیم به ما ملت ایران، که گفتم ما تبدیل شدیم به گله گوسفندی، گله گوسفندی در مقابل گله گرگان، گرگانی که دادندان مسلح هستن، ما چه کار میتونیم بکنیم؟ اگر بخوایم همین گونه صبر بکنیم و منتظر بشیم تا اینها هر کاری دلشون میخواد با ما بکنن، خب اینها تا ابد و در همچنان خواهند بود و همچنان بر گرده ما سوار خواهند بود و همچنان خون ما رو، خون ما ملت ایران رو خواهند ریخت و رحمی هم ندارند. پس ما چی کار میتونیم بکنیم؟ ما در طول این 36 سال گذشته شاهد حرکت هایی بودیم در میان مردم ایران که بیشتر این حرکت ها معطوف بود به پایتخت، یعنی شهر تهران. در خیابان های تهران بیشتر این جریانات صورت می گرفت. باید توجه داشت اکثریت قدرت این رژیم، تمام نیروهای سرکوبگر این رژیم، نیروهای انتظامیشون، نیروهای پلیسشون، یا هر تمام اینا رو که نگاه میکنین، مزدورانشون بیشتر متمرکز هستن در حفظ تهران و در تهران وجود دارد. اما از اون طرف ما موقعی که به انقلاب‌های دنیا نگاه می‌کنیم، به حرکت‌های مردمی در دنیا نگاه می‌کنیم، حرکت‌های مردمی از پایتخت هیچگاه شروع نشده و اونهایی که ظاهراً بسیار بسیار معدود بودن این آغازشون از پایتخت‌ها، ولی که ما موقعی که نگاه میکنیم به عنوان مثال برمیگردیم به انقلاب مشروطیت. انقلاب مشروطیت از تهران شروع نشد، بلکه از دیگر نقاط ایران شروع شد، از شمال، از آذربایجان، از فارس، و از اونجا بود که نیروهای ضد استبداد توانستن به طرف پایتخت حرکت بکنن و در آخر پایتخت رو به اشغال خودشون در بیارن و انقلاب مشروطیت به ثمر برسه. شما در همین لیبی رو نگاه بکنی، درسته که گفتم آمریکا یا اروپا یا خیلی پشتیبانی کردن، ولی کن حرکت از ترابلوس پایتخت لیبی شروع نشد، بلکه از بنغازی و دیگر شهرهای کوچکتر اطراف پایتخت لیبی شروع شد و در عاقبت این نیروها به یک باره وارد پایتخت شدند. برمیگردیم به کشورهای دیگه که این اتفاقات افتاده، تماما موقع که نگاه میکنید میبینید که مبارزات از داخل پایتخت هیچ وقت شروع نمیشه، بلکه مبارزات همیشه از خارج از مراکز قدرت رژیم شروع میشه
و منتهی میشه به در دست آخر به مراکز قدرت رژیم. پس ما موقعی که بر میگردیم، ما برای اینکه بتوانیم این رژیم جنایتکار اشغالگر رو ساقط بکنیم، درسته به ما میشنویم که در بلوچستان نیروی دارن مبارزه میکنن، ولی از اون طرف دیگر نیروهای مبارز این انگ رو میزنن که آقا اینایی که در بلوچستان مبارزه میکنن نیروهای تجزیه طلب هستن، در کردستان نیروهایی هستن که دارن مبارزه میکنن، انگ میزنن که اینها نیروهای تجزیه طلب هستن، در خوزستان نیروهای مبارز هستن، انگ میزنن که اینها نیروهای تجزیه طلب هستن. من حرفی ندارم از اینکه در میان این نیروهایی که در حال مجادله و مبارزه با رژیم جنایتکار اشغالگر اسلامی هستن، نیروهای کوچک تجزیه طلب وجود دارند، ولیکن با تبلیغات و بزرگ کردن این گروهک های بسیار کوچک توسط خود رژیم و توسط دیگران که اطلاع کافی و وافی از این گروه ها ندارن، قبول میکنن که آقا اینا همه هر کی داره مبارزه میکنه اینا نیروی تجزیه طلب هستن. خیر، آذری های ما از وطن پرسترین آحاد ملت ایران هستند، چون هستی اونها با هستی ایران به وجود آمده. کردهای ما به طور کلی از میهن پرسترین کسانی هستن که بگذاریم از اون گروهک های کمونیستی و نمیدونم تجزیه طلبی که در میان اونها پخش شدن و سعی میکنن که سوء استفاده بکنن. خیر، کردها از ایرانیان واقعی هستند. خوزستانی ها اگر چه پوستشون آفتاب سوخته است، ولیکن از ایرانی هایی هستند که در جنوب خاک ایران، در منطقه واقعا شوشان و انشان وجود داشتند و آمدن و در اونجا بزرگ شدند و خوزستان به وجود آمده. بلوچ های ایرانی همچنین. از اون طرف ما بریم در خراسان، در مازندران و به طور کلی ما موقعی که نگاه میکنیم میبینیم که تمام آحاد ملت ایران همه یک خانواده و یک دست هستند. اما به سبب وجود این تبلیغات تفرق افکنی سعی میکنن که نشان بدن که آقا بلوچا آقا ایرانی نیستن، که کردا نه آقا اصلا اینا ایرانی نیستن، آذری ای آقا اینا که ترکن هستن، خوزستان نه بابا اینا عربن همشون، خراسانی ها نه بابا اینا همشون ترکمن و بغلن، مازندرانی اون آقا اینا همشون تخم ترکای روسان. اینطور نیست. بایستی ما واقع بینانه نگاه بکنیم که ما کی هستیم. فرقی نمیکنه از کدوم خطه خاک ایران زمین آمدیم، ما همه فرزندان یک مادر، مادر ما مام میهن ایران زمینه، ما همه ما صاحب یک فرهنگ، صاحب یک پیشینه و صاحب یک تاریخ قدیمی و قدرتمند هستیم، صاحب یک فرهنگ هستیم. ما با لهجه های گوناگون صحبت میکنیم، ولیکن ما همه مال یک مادر هستیم. و به هر صورت برگردیم اون صحبتی که می کردم، ما برای نجات وطن به جایی که از تهران بخوایم شروع بکنیم و بعد تهران که مردم قیام می کنند، ما شاهد این هستیم که در آذربایجان یه عده‌ای سعی می کنند که مردم رو خاموش بکنن. برای اینکه خاطرتون باشه این یک خیابان دو طرف است، همونطوری که گفتم از خارج از پایتخت و خارج از مراکز قدرت می شود منسجم شد و متحد شد و در عاقبت مراکز قدرت رو به اشغال در آورد و اونها رو از لوس وجود دشمنان ایران زمین پاک کرد. به همان گونه هستش که موقعی که شما در خارج از مناطق قدرت هستین، چون در اقلیت هستین، خیلی راحت تر میشه شما رو خاموش کرد و شما رو مجبور به سکوت کرد. پس در نتیجه ما بایستی
تنها راهی که برای ما وجود داره. اینم خواهش می‌کنم حتما فراموش کنید که با مبارزه مسالمت‌آمیز و نافرمانی مدنی میشه به جایی رسید. اگر میتونستیم برسیم 36 سال در این بدبختی دست و پا نمیزدیم. 36 سال هموطنان ما رو به دار نمیکشیدن. 36 سال خون فرزندان ما میهن رو به خاک نمیریختند. 36 سال منابع طبیعی و منابع ثروت ملت ایران رو چپاول نمی کردند. مسالمت آمیز و نافرمانی مدنی تنها در جوامع کارساز هست که در اون جوامع قوانین قرار باشن. به عنوان مثال در کشور آمریکا ما دیدیم آقای مارتین لوتر کینگ نافرمانی مدنی کردند. نافرمانی مدنی قوانین اجازه نمیداد که دولت آمریکا مشتی اوباش رو جمع بکنه و بریزه سرشون و بزنه و بکشه و نمیدونم تجاوز بکنه و شکنجه بکنه و هزار بلا سرشون بیاره، بعدش هم آب از آب تکون نخوره. اینجا در نه تنها در اینجا، در هر کشوری که قوانین برقرار هستن و قوانین حاکم هستن، هر کسی که بخواد خارج از قانون دست درازی بکنه بدون شک مورد محاکمه و مؤاخذه و ناچار به پرداخت جزای اون خواهد بود. اما در کشور ما قانون مدنی برقرار نیست، قوانینی برقرار نیستن. شما مردم طبق قوانین نمیدونم قانون سیاسی همین رژیم جنایتکار اشغالگر اسلامی حق این رو دارن که صلح جویانه به اصطلاح جمع بشن و مشکلات خودشون رو ابراز کنن، ولی به محض اینکه چند نفر جمع میشن دیدیم که اینها با شدیدترین سلاح‌ها حمله میکنن و مردم رو ضرب و جرح میکنن و حتی میکشند و هزار بلا از بالای پل میندازن پایین، از بالای ساختمون میندازن پایین. خاطرتون هستش که اون جریان دانشگاه و زمان آقای محمد خاتمی ریاست جمهور طرفدار نمیدونم آزادی و نمیدونم فلان و به همان. پس در نتیجه این رژیم چون رژیمی است عقیدتی، توجه داشته باشین خیلی تفاوت میان یک رژیم عقیدتی به یک رژیم ناسیونالیست یا میهن پرست. در سیستم های ناسیونالیست یا سیستم هایی که باور به حدود و ثغور، تاریخ، نمیدونم ملت، فرهنگ و سنت دارن، مثل اون چیزی که ما در زمان پادشاهان پهلوی داشتیم، تمام هموقع بر این هستش که بشود از حدود و ثغور کشور دفاع کرد، بشود آرامش و امنیت رو به گونه‌ای باشه که ملت ایران بتونه در رفاه و آسایش زندگی بکنه، تولید کار، ایجاد مراکز علمی مانند دانشگاه ها، دبیرستان ها، تأسیس سپاه دانش، ایجاد نمیدونم کارگاه هایی که تدریس بکنه کارهای حرفه‌ای، آهنگری، نمیدونم مکانیکی، امثال این چیزها، ایجاد سپاه بهداشت، اینکه ملت همه بتونن در سالم و سلامت زندگی بکنن. من خاطرم از ما موقعی که دبستان میرفتیم میومدن به دبستان و تمام بچه ها رو واکسینه میکردن، بعد مدارس واکسن میزدن، یا نمیدونم فرستادن سپاه بهداشت در دورترین نقاط کشور برای اینکه مردم اونجا رو از بدبختی ها و امراض مسون نگه دارن. خاطرتون هست نمیدونم اونهایی که خیلی قدیمی هستن یادشون هستش که در ایران کچلی مرضی بود بسیار بسیار مصری و بسیار گسترش پیدا کرده بود و این مرض کچلی رفت توسط اقداماتی که در زمان پادشاهان پهلوی صورت گرفت. سیاسرفه، حسبه، نمیدونم تب نوبه به قول معروف یا مالاریا، اینها تمام اون چیزهایی بود که در زمان پهلوی ها، در زمان قاجار شایع بود و در زمان پهلوی ها از بین رفت، چون به فکر این بودن که جامعه ای داشته باشیم سمت به دور از بیماری ها، به دور از مشکلات و
بدبختی هایی که در بسیاری از دیگر نقاط جهان برقرار است. آفریقا رو نگاه بکنید، بسیاری از کشورهای آفریقایی مردمش در بدبختی و بیچارگی و عدم وجود تغذیه و این چیزا زندگی میکنن، یعنی زنده هستن زندگی نمیکنن. ولی در عوض کشور ما کشوری بود همچنان ما داشتیم به سوی پیشرفت، نه پیشرفت ظاهری، نه فقط ساختمان های زیبا، بلکه به سوی جامعه پیش می رفتیم با وجود زیربنای بسیار قدرتمند. برخلافش امروز ما صاحب نمیدونم در ایران ساختمان ها و برج های بسیار زیبایی ساختن بدون توجه به اصول البته که هر کدومشون میتونه موجب یک زلزله، میتونه موجب خسارات بسیاری باشه، ولی کن در باطن بسیار هستن از بچه های مملکت ما که از زبالدانی ها مجبورن بگردن و برای خودشون غذا پیدا بکنن، برای خودشون بتونن خوراکی پیدا بکنن، مجبورن نمیدونم به هزار فحشا، هزار فساد اخلاقی، هزار نمیدونم مرض هایی که همه نابود شده بودن، ریشه‌کن شده بودن، دوباره در ایران شایع شده، شیوع پیدا کرد. موقعی که نگاه میکنیم میبینیم که به خاطر اینکه بتوانند مردم رو کنترل کنند، برج‌های پارازیت درست کردن، مردم دست به گریبان با امراض جدیدی شدن مثل سرطان. ایران شده در واقع یکی از بزرگترین کشورهایی که از نقطه نظر شیوع سرطان در اون. پس ما چاره ای نداریم، راه دیگری برای ما وجود نداره به جز این که با این رژیم بایستی هرچه سریعتر، هرچه شدیدتر و بدون هیچ گونه گذشت باید مبارزه کرد. خاطرتون باشه، بدون هیچ گذشتی. ملت ایران ملت خیلی با گذشتی هستش، ملتی هستش که سعی میکنه که از گناهان دیگران بگذره. ملت ایران ملت قسی و قلبی نیست، ولی ما امروز در شرایطی هستیم که شما موقعی که یک افعی در مقابل شما قرار گرفته، شما ناچارید که سر این افعی را از تنش جدا بکنید. بدون جدا کردن سر این افعی، شما فکر نکنید افعی تبدیل خواهد شد به یک گربه کوچک و ملوسی که در کنار شما خواهد نشست و کاری با شما نخواهد داشت. خیر، افعی افعی است و این افعی رو شما هر کاری که باش بکنید بالاخره نیشش رو به شما خواهد زد، نیشش رو به ما زده در طول این 30 چند سال گذشته، از پیش از وقوع این رژیم، این انقلاب شوم و سیاه اسلامی و چه بعد از اون و چه بعدها. یعنی ما حتی در آینده هم پس از براندازی این رژیم جنایتکار اشغالگر اسلامی نبایستی چشمان خودمون رو از وجود این بچه مارهایی که در اطراف ما هستن برگردونیم. بایستی مواظب باشیم تا این بچه مارها رو از بین ببریم. و موقعی که من صحبت از بچه مارها میکنم، فقط صحبت از این نیستش که حتما باید اینها حزب اللهیا باشن، حتما باید نمیدونم به این توله های این عوامل این رژیم جنایتکار اشغالگر باشن. خیر، داریم امثال اون کسانی که ظاهرا مجاهدین خلق بودن و مجاهدین خلق هستن و سعی میکنن باز هم آمریکایی‌ها به دنبال این هستن که اگر چنانچه این رژیم رو نتونن نگه دارن، یک رژیمی مشابه با اون به عنوان مجاهدین خلق به قدرت برسونن که مارکسیستای اسلامی هستن، که در ظاهر همونطوری که آقای نمیدونم برنی ساندرز یا نمیدونم آقای اوباما یا خانم هیلری کلینتون پروگرسیو نامیده میشن، یا در واقع همون مارکسیستا و کمونیستا هستن، اینها میخواهند همپالکی‌های خودشون رو به یک سری در اونجا به قدرت برسونن که بتونن با اونا کنار بیان. آقای کارتر، خانم روح الله خمینی رو، ببخشید، آقای روح الله خمینی رو در واقع اونجا نشوندن. میگفتم وقتا یه نفر میره یکی رو توی جایی میشونه، ایشون هم آقای خمینی یا بانو خمینی رو در اونجا نشوندن.
چون که آقای کارتر معلم به قول اینها ساندی سکول یا مدارس روزی یکشنبه بود که میره انجیل میخونه و دعا میکنه و به اینا درس مذهبی میده. فکر میکرد که خب بابا جون اینم مثل من آخونده و ما هر دومون با هم میتونیم کنار بیایم. حالا وضعیت عوض شده، آقای حسین اوباما مارکسیسته، خانم هیلری کلینتون مارکسیسته، آقای برنی سندرز اینا مارکسیستن، اینا خواستاری هستن که خب حالا ما با مذهبی کار نداریم، ما میخوایم یه مارکسیست بیاریم. مارکسیس کیه؟ مجاهدین خلق. مجاهدین خلق آفیس درست کردن بغل وایت هاوس، اینا رو بعدین ببریم اونجا. از اون طرف جبهه ملی راستی چی شد؟ کجا رفتن اینا؟ اینایی که با خودشون میگفتن جبهه ملی، اینا همونایی که به اصطلاح یک باره به پابوس امامشون رفتند و به یک باره فراموش کردن که قانون اساسی مشروطیت وجود داره و آقای مهدی بازرگان به یک باره شد نخست وزیر انقلاب اسلامی و به نمیدونم عزت الله انتظام و نمیدونم اون یکی نمیدونم به صحابی و سنجابی و نمیدونم عرب و اوره، اینا چی شدن؟ یه مرتبه کجا رفتن؟ بگذاریم از اونایی که رفتن زیر خاک، اما اون طول موله هاشون کجا؟ اونا چی کار میکنن؟ اونا باز دوباره میخوان بیان پرچم جبهه ملی برای خودشون درست بکنن؟ یا نمیدونم ابراهیم یزدی میخواد بیاد جبهه آزادی واسه خودش درست بکنه؟ فدایان خلق چه خاکی به سرشون ریخته شد؟ آقایی نمیدونم به نورالدین کیانوری کدوم گوری؟ البته ایشون در گور رفتن، زنشون هم در گور رفته، ولی که خب اون تلمله هاشون، طول موله هاشون کجا هستن؟ اونا هم باز میخوام بیان بگن آقا آزادی یعنی که ما هم باشیم؟ نه آقا، خانه ما ایران برای ایرانیانه، هر کسی معتقد به ایرانی بودن به هویت ملی خودش هست اون خانه او هست، نه اینکه هر ننه قمری بخواد پاشه بیاد اونجا بگه منم صاحبشم. نه، ایران فقط برای ایرانیان، برای تمام کسانی که باور دارن به هویت ایرانی، اون ایرانی که بتواند در اون آب و خاک آرامش و آسایش و امنیت داشته باشه. خب البته بعد هر ایرانی میتونه صاحب هر باوری میتونه باشه. من خاطرتون هست گفتم صاحب باور باشین ولی متعلق به باوری نباشید. هر ایرانی میتونه صاحب هر باوری باشه ولی تعلق ملت ایران، ایران زمین، تاریخ ایران زمین، سنن ایران زمین، خاک ایران زمین، حدود و ثغور ایران زمین هست، پیدایش ایران زمین، اون ایران زمین صاحبش ملت ایران هستند. ملت ایران با هر گویشی، با هر لهجه‌ای، با هر نمیدونم قومیتی، با هر خاکی که در اون زاده شده، دنیا میخواهد که ما رو اصلا متفرق بکنه، چون ضعف در تفرقه است. زمانی که ما دور از هم باشیم، زمانی که ما نتوانیم دست هم دیگر رو بگیریم و بفشاریم و کنار هم باشیم، اون موقع ما چیزی به جز نیستی نصیبمون نخواهد شد. زمانی که ما بتوانیم در کنار هم قرار بگیریم، هم دیگر رو در آغوش بگیریم، به هم دیگه با چشم مهر و محبت نگاه بکنیم، با دوستی به هم دیگه نگاه بکنیم، به عنوان یک ایرانی به هم نگاه بکنیم، اون موقع است که ما میتونیم صاحب آب و خاکمون باشیم، صاحب خانه خودمون باشیم و دنیا هم که جمع بشه نخواهد توانست ما را از بین ببره. علت این که ما امروز به اینجا افتادیم به خاطر این بودش که در اون زمان انقلاب شوم و سیاه عده سینه میزدن برای اسلام و با اسلاما میگفتن، عده مجاهد بودن، عده توده‌ای بودن، عده نمیدونم فدایی بودن، عده جبهه ناملی بودن، عده نمیدونم جبهه ناآزادی بودن. هیچ کسی در زیر پرچم ایرانی بودن قدم بر نداشت. پادشاه فقید ایران فرمودن که به فکر ایران باشید، تنها به فکر ایران باشید، ولی هیچ کسی به فکر ایران نبود. عده قلیلی هم که از اون اکثریت خاموش صدایشان بلند شد به خاطر ایران، دیدیم که چگونه اونها رو سرکوب کردن و دیدیم که چگونه ملت ایران پشت ملت ایران رو ارتش شاهنشاهی ایران خالی کرد با اون نامه ننگین
اعلام بی‌طرفی ارتش. به هر روی من به آخر برنامه‌ام رسیدم، امیدوارم که بتوانیم بیشتر در این مورد در هفته آینده صحبت بکنیم. با آرزوی پیروزی و پایداری شما و با سپاس برای جناب توکلی و جناب گنابادی برای این فرصتی که در اختیار من گذاشتن تا بتوانم قدری با شما در این باره گفتگو کنم، با آرزوی پیروزی و پایداری و نجات میهن در آینده بسیار نزدیک، بدرود.